مظاهر رئیس زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما هستند. آیه رئیس زاده، سلام عرض ادب. سلام و وقت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون. آقای رئیس زاده، شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات شهرداری ها چه معنا و پیام سیاسی را در بر دارد؟ آیا به معنی ضعیف شدن اردوغان و حزب حاکم است؟ بفرمایید. مثلا را من میفهم از سالهای قبل شروع میکنم، از سال 2001 که آقای اردوغان با تأسیس حزب جدید سیاسی به نام عدالت و توسعه آغاز به فعالیت های سیاسی میکنه و قدرت سیاسی را و اداری در ترکیه به دست میگیره. در مدت 20 سال آقای اردوغان در مسیر این 20 ساله کوشش کرد که نظام سیاسی و اداری ترکیه را بر اساس رفراندوم ها و محاکمیت که حزبشان داشت تغییر بده و بیایه به سوی یک نظام فرد محوری و تکگرایی و یا ریاستی. در قبال از این با خاصیت و شخصیتی که خود آقای اردوغان داره و اسلامگراست، در کشور ترکیه کوشش کرد جماعت ها و انجمن ها و فعالیت های مذهبی و دینی را بیشتر بسازه که مردم ترکیه در این انتخابات که دیروز در ترکیه برگزار شد یک نوع واکنشی را به آقای اردوغان نشان داد که آقای اردوغان مردم ترکیه مردم سکولار، مردم جمهوریت ها، مردم دموکرات و همچنین مردم لایق که نه سیستم تکگرایی را میپذیرند و نه سیستم فردمحوری و اینکه تو بیایی در مسیر 20 ساله خود بیایی مردم ترکیه را دعوت بکنی به اسلامگرایی و نهادهای تبلیغاتی اسلامی را شما تعقیب بکنید، ما مخالف از این هستیم. و یعنی من فکر نکنم که در ضعف آقای اردوغان نشان بده، بلکه آقای اردوغان در مدت کمپاین های انتخاباتی که اینا ائتلاف را ایجاد کرده بودند با حزب ملیتچی های حرکت ملیتچی ها و همچنان حزب رفاه نوین، حزب رفاه نوین در بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای اردوغان را و ائتلاف ترک میکنه بنابر به خواسته هایی که دارند. البته آقای اردوغان را یک عکس العمل جدی و پاسخ جدی مردم برشان نشان داد که اگر تو به خواسته هایی که مردم داره و توجه نبکنی در انتخابات 2028 ما پاسخ شدیدتر نسبت به این به شما خواهیم داد. و این باعث میشه که آقای اردوغان با احزابش و با کابینه‌اش یک بیداری جدید را در مدت 4 سالی که در پیش رو دارن تا انتخابات آینده را این آگاه شوند و متکی به او حرکت بکنن. بله، اردوغان قول داد که اشتباهاتش را تصحیح کنه. آیا باید منتظر تغییرات در سیاست های ترکیه باشیم و این تغییرات چه خواهد بود؟ درست، مردم ترکیه در احضاب اختیار حزب عدالت و توسعه، حزب حرکات ملیتچی ها ای را دادن که شما برعکس خواسته های مردم عمل کردید. در طول 10 سالی که در ترکیه شکست های اقتصادی و ضعف اقتصاد در ترکیه به وجود آمد بر اساس سیاست های آقای اردوغان بود و همچنان در 6 ماه اخیر مسئله فلسطین به وجود آمد، مردم ترکیه انتقاد شدید را نسبت به آقای اردوغان و سیاستشان داشتند. خب این موارد باعث میشه که آقای اردوغان درسی را گرفته باشه از انتخابات شهرداری و انتخابات محلی که مردم ترکیه دیگه با ما نیستن یا با ما هستن و کم هستن و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری که 89% شرکت کرده بودن و در انتخابات شهرداری و یا محلی 70% شرکت میکنن، به این معناست که امو همراه ها و اعضای حزب آقای اردوغان شرکت نکرد. این دقیقا نشان دهی است که اعضای حزب آقای اردوغان و پشتیبان های آقای اردوغان در انتخابات کم شرکت کرد. اما در جانب دیگه حزب جمهوریت خلق، حزب آقای اتاتورک است، اینا به نسبت به مو کارهای آقای اردوغان انتقاد شدید داشتن و اشتراک جدی اینا دیروز نمایش داشتن و در پهلوی ایشو خیلی از اعضای حزب آقای اردوغان هم در رسانه های محلی و رسانه های بین المللی میگفتن که ما دیگه با آقای اردوغان نیستیم بر اساس سیاست هایی که داره. و من امیدوار هستم که اما پاسخ مردم در پای صندوق های رای آقای اردوغان را متوجه اشتباهات خودش که به قول خودش هم گفته بیره متوجه بسازه و در آینده سیاست های خود نسبت به در اقتصاد کشور، نسبت به سیاست کشور، نسبت به اجتماع و فرهنگ دولت ترکیه و همچنان جایگاه بین‌المللی تغییر بده.
بله آقای دکتر، در بررسی نتایج انتخابات دیروز ترکیه، جایگاه علوی های ترکیه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. تشکر. البته یک چیز واضح بسازم که جایگاه مذاهب در انتخابات ترکیه شاید از بیرون از ترکیه کمی متفاوت‌تر دیده شد، اما وقتی در داخل ترکیه زندگی بکنید و این انتخابات شد و سایر فعالیت های سیاسی را وقتی که تعقیب بکنید، به این معنا به این نتیجه میرسه که علوی ها و سایر مذاهب شافعی و مسیحی ها و کسای دیگه ای که هستن، ارمنی هایی که هستن و حنفی هایی که هستن، اینا در انتخابات یک نوع چی دارن؟ تفاوت نظر دارن. مثلا در آنکارا علوی ها از حزب آقای اردوغان حمایت کردن، اما در استانبول ما متوجه داشتیم بودن که از آقای اکرم امام‌اغلو از حزب خلق جمهوریت اپوزیسیون آقای اردوغان حمایت کردن. در کل علوی ها در ترکیه تقریبا 25 میلیون نفوس داره و 30% نفوس ترکیه تشکیل میده و اینا در همیشه در ترکیه در بعد سیاسی و جایگاه سیاسی همیشه مورد نظر سیاستمدارا بوده، ولی بر اساس تاریخ گذشته که اینا در قرسیم توسط آقای اتاتورک داشتن، اینا کوشش کردن که باز هم خود در قبال در پهلوی حزب آقای اتاتورک بگیره، اما در این بعدا میبینیم که تمایل بیشتری به طرف حزب آقای اردوغان داره و بیشتر میخواین از اون طرف جدا شوند به حزب آقای اردوغان بیاید. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا همراه ما بودند.